به نام خالق هستی بخش و عرض سلام و احترام خدمت همه شما عزیزان بیننده، شما عزیزان همیشه همراه، فامیل های عزیز و هموطنان گرامی. امید دارم که جور و سعدمن باشین. از شبکه جهانی هادی بخش فارسی دری با برنامه روشنا مهمان شما عزیزان هستیم. آرزومند هستم که ما را پذیرا باشین و در خدمت یک یک شما عزیزان بیننده هستیم با موضوعات مختلفی که از برنامه روشنا همیشه تقدیم شما عزیزان میشه. امید داریم که جور سعدمند، پیروز، موفق و هرچی خوبی ها هست نثار شما عزیزان باشه و در این دو روز دنیا و زندگی بهترین ها را داشته باشین و یک قلب و دل آرام پر از صفا و صمیمیت. در این دو روز دنیا و زندگی هرچی کینه و کدورت و برحال کینه ها در دلهای ما باشه همه را دور کنیم و یک زندگی پر از صفا، صمیمیت، پر از مهر و محبت در زندگی خود ما ایجاد کنیم. اما گفتیم دو روز دنیا، بله، اما قسم که ما و شما متوجه هستیم و بارها شنیدیم، همیشه ایره گفتیم که دنیا دو روز است. حضرت علی علیه السلام هم گفته که دنیا دو روز است، یک روز به سود تو و یک روز به زیان تو. روزی که به سود تو هست سرکشی نکن، مغرور نشو، و روزی هم که به زیان تو هست ناشکیبایی نکن، صبر کن. و چقدر زیبا بیان کرده. حالا ای که دنیا دو روز هست و ای که به هر حال دنیا چی هست، یک پذیرش باید داشته باشیم و یک شناخت داشته باشیم. بیایم اینها را امروز بررسی کنیم در رابطه با دنیا و ای که دنیا چی هست و چه باید بکنیم و شناخت او چی هست و واقعیت هایی که در این دنیا وجود داره چه چیزهایی میتونه باشه. پس امروز همراه ما باشین. با خواهر خوبم خانم دکتر رضایی همراه هستیم، کارشناس امروز برنامه ما هستن. سلام تقدیمشان میکنیم و خوش آمدید میگم. بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام دارم محضر شما همکار عزیز و محترم و همینطور همه بینندگان خوبی که در این ساعات و لحظات بیننده برنامه هستن و آرزومند ای هستم که انشاءالله دنیای تک تک ما سرشار باشه از سلامتی و مملو باشه با شادمانی و انشاءالله قرین باشه با ایمان و توکل و اعتماد به خداوند تبارک و تعالی. الهی آمین. از همین شروع برنامه خانم دکتر رضایی یک انرژی مثبت میده برای همه ما و شما. یک زندگی پر از آرامش، یک زندگی پر از صفا و صمیمیت، بسیار عالی. انشاءالله که همه زندگی های ما به واقعیت پر باشه از آرامش، از مهر و محبت، از صمیمیت، از هر چی خوبی هست. انشالله که زندگی‌هایتان پر باشه و این دنیایتان که هرچند هم کوتاه هست ولی دنیایی باشه که پر از محبت باشه، پر از صمیمیت باشه. خانم رضایی، میگیم که موضوع امروز ما در رابطه با پذیرش و واقعیت‌های دنیا هست. خب بیام اول یک تعریف از دنیا داشته باشیم. مثلا دنیا چی هست؟ بله، همونطور که بینندگان عزیز ما، دسته از عزیزانی که به صورت پیگیر و مستقیم برنامه را بیننده هستن میدونن که موضوعی که ما در خدمت دوستان بودیم بحث رضایت از زندگی بود و ما تعریف کردیم رضایت از زندگی را و رسیدیم به اینکه خب حالا از کجا بفهمیم که آیا فردی رضایت داره یا نداره و بعد رسیدیم به عواملی که میتواند رضایت رو به عبارتی ایجاد بکنه و بعد در او گفتیم که سه تا عامل هست. اولی که انسان خودش را بشناسه و بعد واقعیت‌های خودش را بپذیره. دوم این که دنیا و محیط و جهان هستی و پیرامون خودش را بشناسه، بله، و بعد واقعیت‌های اونها را بپذیره. و نکته سوم این که بر اساس واقعیت‌های جهان و جهان هستی و محیط پیرامون و دنیا و ترکیب اونها با واقعیت‌های خودش به دنبال به عبارتی هدف و غایت زندگی بگرده. درست. که تطبیق دادن و مطابقت دادن و هماهنگ کردن این دو واقعیت با هم انشاءالله زمینه میشه برای ایجاد رضایت از زندگی. پس ما چون در به عبارت برنامه های قبل در مورد خود انسان و اینکه انسان چیست و واقعیت های وجودی خود انسان بحث کردیم که بعد اگر انسانی اول خودش را بشناسه و بعد واقعیت های خود را بپذیره بسیار به او کمک خواهد کرد. در مرحله دوم، وارد مرحله دوم که امروز انشالله به او میرسیم، بحثی است که دنیا چیست، این محیط و جهان هستی که ما در او زندگی میکنم. خب
خب میدانید که اولا که وقتی واژه دنیا رو حالا مطرح میکنم، یک وقتهایی هست که مقصود ما از دنیا به طور کلی همین جهان پیرامونی است که ما در او زندگی میکنیم. بله. ظرفی که به هر حال هستی ما ظرفی داره و ظرف او این همین جهان هستی است که ما در او زندگی میکنیم. خب یک وقتی هست مقصود ما از دنیا مقابل آخرت قرار میگیره، یعنی دار فانی و محدود و موقتی که برای هر انسان یک ظرفیت محدودی قرار داده شده که در این به عبارتی ظرفیت وجود داره، استفاده میکنه از او و بعد این ظرفیت به پایان میرسه و وارد دنیای آخرت. حالا ما بر اساس اعتقادات ما به عبارتی یا بر اساس آنچه که در تفسیر به اصطلاح مفاهیم قرآنی داریم این که یک عالم دنیا داریم که همین الان در او هستیم، بعدی عالم برزخ هست که پس از مرگ وارد او میشیم و برای یک مدت معین و مشخصی است تا زمانی که قیامت برپا میشه و بعد دار آخرت یا به عبارتی جهان باقی و جهان آخرت هست. خب پس اون یک وقتی که میگیم دنیا این مقابل با آخرت و یا دنیای به عبارتی در مقابل یا مقابل نبگیم که چیزی غیر از آنچه که در برزخ و قیامت اتفاق میفته. یه وقتی هم که میگیم دنیا، مقصود ما دقیقاً همون چیزی که گفتم ظرفیتی است که ما در او قرار داریم. خب حالا ما می‌خوایم امروز چند تا از ویژگی‌های اینمی دنیا را یا همون جهان هستی را به عبارتی بپردازیم. نکته‌ای که شما اشاره کردین که بسیار هم زیبا بود از فرمایشات امیرالمومنان امیر سخن مولای ما علی ابن ابی طالب که حضرت می‌فرمایند دنیا دو روزه است، یکی بر علیه تو و یکی به نفع تو. من اینکه به عبارتی تعبیر دیگری علاوه بر تایید تعبیر شما که خب سخن حضرت امیر هست، نکته‌ای که بسیار مهم است و در به عبارتی شناسایی نسبت به دنیا و در درک ما از دنیا بسیار کمک کننده است، اینکه اینو باور کنیم و بدانیم که دنیا دار امتحان است. دنیا دار امتحان است. جایست احسن، جایست برای اصلا آزمون و خطا. از لحظه ای که به دنیا میاییم تا لحظه ای که از دنیا میریم، هر لحظه خانم زوری، هر ثانیه و هر دقیقا در امتحانیم. و من همیشه اینو میگم که ما همیشه در حال معامله هستیم، یعنی همیشه یک بحث برد و باخت در یک آزمونی هستیم. بلد. که بحث برد و باخت در اون مطرح هست و برد و باخت بر مبنای معامله است که میکنیم. مهم ایست که بدانیم هر آینه و هر لحظه چی را داریم میدیم. بله. چون معامله دو بود داره دیگه، یکی خریدار است یکی فروشنده. داد و ستد احسن. من یک چیزی رو میدم در مقابلش یک کالایی رو میگیرم. بله. از لحظه ای که به دنیا میام خب زوری، تا لحظه ای که از دنیا میریم، همه ما بدون استثنا در هر آن و لحظه، در هر انتخاب، در هر مسیر، در هر انجام هر کاری از کار زندگیمون، دقیقاً داریم همین معامله رو انجام میدیم و بر اساسی که در این معامله برد و باخت داشته باشیم، آزمون و امتحان میشیم. امتحان مربوط به کیست؟ مربوط به همه ابناء بشر. بله. چطور؟ خداوند تبارک و تعالی در مورد ابراهیم خلیل فرمود و از ابتلا ابراهیم ربه به کلماتین و به یاد بیاور زمانی که خدا ابراهیم را امتحان کرد. در مورد اقوام به عبارتی امتهای پیشین و بلوناهم بالحسنات و سیاد، ما اونها را امتحان کردیم. بله. آزمون کردیم هم با نیکی ها و خوبی ها و هم با زشتی ها و بدی ها. و بعد در جای دیگر قرآن در سوره بقره میفرماید به طور کلی که ما شما رو و امتحان میکنیم به چه چیزهایی؟ به این که مثلا در آیات قرآن اشاره شده به ما شما رو به نقص من از ثمرات و الانفس و ثمرات و بشر صابرین. داره پروردگار متعال میفرماید که ولن نبلون نکن. بله، آیه قرآن میفرماید ولن نبلون نکن به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و ثمرات. به گرسنگی، به دست دادن سرمایه هایتون، به گرفتن جانتون، شما رو دائما در حال امتحان هستیم. پس نتیجه که چی؟ اینا بدانیم که باید ببینید ما وقتی که امتحان داریم چی کار میکنیم. خانم زوری، حالا عزیزان بینندگان ما دیگه. که محصلین بزرگواری که بیننده ما هستن، یا بالاخره هر کدوم ما در هر به عبارتی، حالا اونایی هم که تحصیل نمیکنن یا شا به عبارتی مشغله ای ندارن، به هر حال در وهله های خاصی از زندگیشون که بحث انتخاب بوده، نوعی امتحان محسوب میشده که بالاخره چه تصمیم میگرفتن، بالاخره در مرحله قرار گرفتیم. اینا بدانیم، اگر باور کنیم که دنیا دار امتحان است، همیشه یعنی ببینید از قبل آماده میگیرم. من برای امتحان چیکار میکنم؟ شب امتحان چیکار میکنم؟ من مثلا چپتری دارم، جزوه‌ای دارم، کتابی دارم، چیزی که برای امتحان به معرفی کرده و میدونم استادی در کاره. بله. اصلا مکتبی هست و مدرسه ای هست و درسی هست و کلاسی هست. نتیجه احسن بر شما. امتحانی از من گرفته میشه، بر مبنای امتحان به من جایزه داده میشه. بله. و بر مبنای امتحان به رشد و ترقی و تعالی خواهم کرد. وقتی دنیا را دار امتحان بدانیم، حواسمون هست که در هر لحظه که معامله میکنیم چی میدیم، چی میگیریم. و با کی داریم معامله میکنیم؟ و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، در حال اشتراب بعضی از مردم، گروهی از مردم هستن که با کی معامله میکنن؟ فقط با خود خدا معامله میکنن. که آیه در شأن نازنین، وجود نازنین امیرالمؤمنین هست در بحثی که حضرت در شب لیلۃ المعراج جای پیغمبر میخوان که کسانی که خود با خدا معامله میکنن، بعد در راه رضایت خدا جان خود را با خدا معامله میکنن. حالا ما در این دار امتحان فقط تاکید مهم در شناخت واقعیت های دنیایی است که بدانیم که ما هر لحظه و هر آن در طول دنیای به
وقتی در این جهان هستی زندگی میکنیم، در طول زندگی دنیاییمان در حال امتحان هستیم، فلذا نیاز به آمادگی قبلی داره. و بعد زمانی که امتحان سخت بود، بله، اینه بدانیم که نتیجه و ثمره ای در مقابل تلاش زیاده ما برای یک امتحان قطعا نتیجه خوبی هم آیده ما خواهد شد. حالا خب شاید سوال پیش بیاد که چرا ما باید دائم در امتحان باشیم؟ چرا باید ما دائم در آزمایش و امتحان باشیم؟ دلیلش چی است؟ حالا شاید مثلا سوالات بیننده های عزیز ما قسم باشه، بله، و شاید هم دوست داشته باشن با ما در ارتباط باشن عزیزان بیننده. خوب است که ما میاله برای عزیزان بیننده بگویم که برنامه های ما به صورت لایو و زنده است. شما عزیزان میتونید با ما در ارتباط باشین، هم اکنون میتونید با نمبر واتساپی که عزیزان بیننده و همکاران ما عزیزان همکاران ما زیرنویس میکنن براتون، میتونید شما بیننده ها با ما در ارتباط باشین. هم اکنون سوالات در ذهنتون میایه میتونن یا پیامک کنین یا وایس بگیرن یا تماس بگیرن. منتظر تماس های شما عزیزان هستیم، حتما با ما در ارتباط باشین. خب حالا خوبه که در این قسمت یک یاداوری هم کرده واسه که بیننده ها بتونن با ما در ارتباط باشن. حتماً. و خب حالا چرا ما باید امتحان آزمایش شویم؟ چرا این دنیا جایی هست که ما محل آزمایش و امتحان ما هست؟ بله، ببینید، ما در آیات قرآن اشاره شده قولوا لا اله الا الله تفلحوا. معنای اصلی، بالاترین معنای توحید پروردگار، باور به لا اله الا الله است. بعد میفرماید قولوا، بگویید لا اله الا الله که چی؟ به فلاح برسید، به رستگاری برسید. خب برای رسیدن به او فلاح و رستگاری، برای رسیدن به او کمال، برای رسیدن به آرامش حقیقی، ببینید وقتی ما قراره به یک وعده خیلی بزرگی به ما داده میشه، قبل او باید یک زمینه ایجاد بشه. زمینه ایجاد شده چیست؟ انا هدینا سبیل مشاکرن و مکفورن. ما راه رو به شما نشون دادیم. خدا پیغمبرانی فرستاد که او پیغمبران برای ما راه رو روشن کردن، مسیر رو مشخص کردن. وجود ببینید در درون وجود ما پیغمبر درونی خداوند تبارک و تعالی قرار داده که عقلی است که قوه تمیز ما بین همه موجودات و بحث تفاخر و برتری ما بر همه عالم هستی، همون عقل ماست. خوبه خانم رضایی، ببخشید من گپ شما را قطع میکنم، بخاطر از اینکه همکاران ما بسیار وقت است گفته بودن که ما میان برنامه بریم، ولی خب من فراموش کرده بودم در بین صحبت ها و اینقدر غرق صحبت ها و گرم صحبت های شما شدیم که کلا فراموش کردیم. ما میان برنامه تقدیم عزیزان میکنیم، بعد از او حتما همراه باشید که سوال بسیاری از شما عزیزانی که در ذهنتان هست حتما خانم رضایی عزیز پاسخگو هستن. تا جایی که بتونم من انشالله بتونم سوالی که در ذهن شما هسته خودم بیان کنم و منتظر سوالات شما عزیزان هم خواهیم بود. همراه باشین. ساعت پخش برنامه های آموزشی مکتب هادی، شنبه ریاضی صنف 7 10 تا 10 و نیم، کیمیا صنف 8 10 و نیم تا 11، در این صنف 9 11 تا 11 و نیم، یک شنبه کیمیا صنف 7 10 تا 10 و نیم، فیزیک صنف 8 10 و نیم تا 11، بیولوژی صنف 9 11 تا 11 و نیم، دوشنبه فیزیک صنف 7 10 تا 10 و نیم، ریاضی صنف 8 10 و نیم تا 11، کیمیا صنف 9 11 تا 11 و نیم، سه‌شنبه بیولوژی صنف 7 10 تا 10 و نیم، دری صنف 8 10 و نیم تا 11، ریاضی صنف 9 11 تا 11 و نیم، چهارشنبه دری صنف 7 10 تا 10 و نیم، بیولوژی صنف 8 10 و نیم تا 11، فیزیک صنف 9 11 تا 11 و نیم. مکتب هادی، دریچه دانایی. سپاسگزار هستیم از حضور گرم همه شما فامیل های عزیز و خانواده های هموطنم. خدا کنه که جور و سردمند باشین و همچنان بیننده برنامه روشنا هستید در ادامه صحبت ها. و قبل از اینکه ما میان برنامه بریم، سوال داشتیم از خانم رضایی عزیز که خب به هر حال خانم رضایی گفتن که این دنیا محل آزمایش هست برای همه شما. حالا که آزمایش هست برای ما، برای شما و برای همه انسان هایی که در این دنیا هستن، گفتیم چرا؟ و جواب زیبایی گفتن، برای که ما به رستگاری برسیم. درست است خانم رضایی؟ بله، قصد به عبارتی کمال و تعالی برای رسیدن، مثل مکتب فرض کنید. ما چرا طفلان مکتب میفرستیم؟ به خاطر که میگیم که دانش و معرفت و بر کمال او افزوده بشه. وقتی اون مکتب میره، اطلاعات از طریق معلم به او ارائه میشه، همونطور که خداوند پیغمبران فرستاد که اطلاعات رو به ما بدن. بعد در یک موعد خاص، در یک به عبارتی زمان خاصی، حالا مثلا یک سمستر تیر میشه، یک ماه تیر میشه، کمتر یا بیشتر، بعد ارائه گفته میشه که از شما امتحان میگیریم که بدانیم آیا اون معرفتی رو که به شما ارائه کردیم به اندازه ظرفیت
شخصیت خودتان هر کدومتان فهمیدین که چی گفته شده یا نه، و بعد بر اساس او امتحانی که گرفته میشه باز نتیجه و ثمره او مشخص میشه که خب حالا بر معرفت افزوده شد، حالا یک زمانی ممتاز هستی حتما به تو جایزه خواهیم داد، ولی اگر در حد متوسط هستی یا مثلا کامیاب شدی رفتی، جایزه تیست که به عبارتی میروی در مقطع بالاتر، در یک به عبارتی سطح بالاتر. پس فلزا اینکه امتحان میشویم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بو حقیقت وجودی خودمون، بو کمال اساسی که در بحث خلقت ما هست و ما خلیفه و جانشین خدا هستیم، بو کمال حقیقی برسیم. خب چرا باز بعضیا هستن که خب در فقر هستن، در بدبختی هم قسم باقی میمانن، ولی بعضی هم هستن که در ثروت هستن و امکان داره که حق مردم رو بخورن و به ثروت‌های کلانتری برسن و به همون ثروت هنوزم زندگی میکنن و زندگی خوبی هم دارن. بله بله، خود این خانم زوری، حتی همین که فقر یا ثروت، سلامتی یا بیماری، زیبایی یا عدم زیبایی، همه اینها همون ابتلا و امتحاناتی است. ببینید نکته دو، حالا که بپردازیم به ویژگی‌های دیگر دنیا، به اون هم میرسیم، میگید حالا در به عبارت ادامه بحث ما اون نکته‌ای که شما فرمودید. حالا در مرحله دومین چیزی که بسیار مهم است که ما در معرفت دنیا و حقیقت و واقعیت دنیا بدانیم، است که دنیا هدف و غایتی، ما از جهان هستی هدف و غایتی داریم. آفرینش ما انسان‌ها و خلقت جهان هستی بی هدف و بی غرض نبود. چرا؟ پروردگار متعال می‌فرماید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما خلق نکردیم جن و انس را مگر برای اینکه عبادت کنند، و می‌دانیم که در تفاسیر ائمه اهل بیت در تفسیر کلمه لیعبدون آورده شده ای لیعرفون، یعنی که چی؟ که به شناخت و به معرفت. دوباره بس میشه به همون کمال. یعنی ما جن و انس را خلق نکردیم مگر برای اینکه چی؟ برسن به معرفت. و چه زیباست کلام حضرت امیر که می‌فرمایند به همین خاطر میخوای به معرفت خود برسن، به معرفت که من عرف نفسه فقط عرف رب، به هر کسی خود را شناخت خدا را میشناسه، و کسی که خدا را شناخت به معنای حقیقی کلمه، به اون کمالی که هدف اساسی از خلقت اوست، انشالله دسترسی پیدا کرده. خب که چی؟ حالا وقتی که ما بدانیم دنیا هدفمند است، ببینید بنابراین اگر من باور به این داشتم و فهمیدم و درک کردم که دنیا هدف و غایت و دلیلی داره برای خلقت ما، وجود ما، حضور ما در دنیا، تک تک لحظات و ثانیه های زندگی ما بر اساس رسیدن به یک هدفی است، هیچگاه ناامید نمیشم. بله. ببینید من مثلا هر کدوم از ما که در زندگی ما یک هدفی داریم، برای اون هدف برنامه‌ریزی میکنیم، در حینی که برای رسیدن به اون هدف برنامه‌ریزی رو انجام میدیم، حتی اگر سخت باشه، بله، حتی اگر اذیت و آزار بشیم، میگیم چون در راستای رسیدن به اون هدف است، باز برای ما چی؟ برای ما قابل تحمل است. درست. لذا این که ببینید برای که باور به این داشته باشیم که دنیا داره امتحان است و خدا مرا میخواد به فقر امتحان کنه، خب ببینه من به اصطلاح شاگردی که در مکتب آفرینش قرار دادم، اگر احیانا مثلا جای من یک کم تاریک تر بود، یا برای مثلا معلم در چوکی آخر ماند جلوتر از من، آیا من به صرف ای که معلم برای مدت موقتی، برای یک روز، برای یک هفته، برای یک ماه، برای همو در اگر 9 ماه مثلا فرض کنیم مکتب رو در نظر بگیریم، یک ماه معلم خواسته که من رو مثلا میز آخر چوکی آخر بشانه، خب اگر اون فقر از طرف جانب خداوند نباشه، از جانب بی تلاشی، یعنی که خود یک نفر تلاش نکنه، که فرق میکنه. ببینید ای که ما هر کدام ما میگه که ما در مثالهای عادی خودمون داریم، از تو حرکت، از خدا برکت. بله. و بعد به من یتق الله یجعل له مخرجا، این که خداوند در آیه قرآن میفرماید هر کسی تقوای الهی پیشه کنه، یعنی مراقبت کنه از حلال و حرام خدا. خدا یک مسیری برای او باز میکنه. خب بس این مخصوص کسایی هستن که تلاش دارن، حرکت دارن، ولی بله، خب از طریق فقر آزمایش میشن. اصلا فقر احسن بر شما، فقر اونها آزمونی. و ببینید نکته جالب، حالا در مورد فقر که تاکید بر شما داریم، ما دو نوع تعبیر در روایات دینی نسبت به فقر داریم. پیامبر گرامی اسلام در جایی میفرماید الفقر و فخری، فخر من پیغمبر این است، افتخار منه، من مباهات میکنم به این که فقیر هستم، زمانی که چی؟ زمانی که مطمئن باشیم این آزمایش خداوند. اما از اون طرف اگر فقر خدایی نکرده تحمیلی باشه، مثلا متاسفانه در حاکمیت ها، در کشورها، در نظام ها از لحاظ اقتصادی به مردم رسیدگی نشه و حاکمان و سردمداران دقت در این نکنن، یا کسی تنبلی مثلا فرض کنید با وجودی کسی مانع به عبارتی آسایش و آرامش دیگران بشه، اینجا این روایت دیگه داریم میفرماید که کاد الفقر و یکونه کفرا، چه بسا که نزدیک است که فقر باعث چی بشه؟ باعث بیدینی. چرا؟ پس بنابراین ببینید ای که خودخواسته است یا عامل تحمیلی است، ای که تلاش میکنیم یا به عبارت دیگران مانع تلاش ما میشن و ما رو به نتیجه نمیرسونن، یا ای که نه تلاش من هدفمند نیست، یا به اصطلاح عامیانه شما تنبلی به خرج میدم، اونا باز مباحثی است که باید با دقت بیشتری بهش درسی. خب پس دومین نکته در مورد دنیا است که دنیا هدف و غایتی داره و او هدف و غایت رو باید به او متوجه باشیم. نکته سوم که در بحث ویژگی های دنیا هست، ایست که دنیا برای هیچ کسی
جای آسایش مطلق نیست. بله. اصلا ببینید در ذات و سرشت دنیا آسایش دائمی وجود ندارد. از کجا میگم؟ پروردگار متعال میفرماید من راحتی را در بهشت قرار دادم و مردم آن را در دنیا طلب میکنند و به همین جهت آن را نمییابند. در روایت از وجود نازنین رسول گرامی اسلام میفرماید رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روزی به مردم گفتند هر کس چیزی را طلب کند که آفریده نشده خود را به زحمت انداخته و چیزی به دست نمییاورد. مردم پرسیدن ای رسول خدا آن چیست که خلق نشده است؟ بسیار نکته جالبی است. حضرت فرمودن آسایش مطلق در دنیا. پس ما آسایش در دنیا داریم، نمیتوانیم منکری بشیم که یعنی زمینه ایجاد آسایش و به دست آوردن آرامش در دنیا هست و بیشتر تاکید ما بر آسایش است، ولی آسایش همیشگی و دائمی و مطلق در دنیا وجود نداره، کما اینکه روایت حدیث قدسی از وجود حضرت سبحان و همینطور پیامبر گرامی اسلام هست که حضرت میفرمایند آسایش مطلق در این دنیا وجود نداره. بنابراین خانم رضایی ببینید مثلا در یک کشور مثل افغانستان که مردم خب در خانه های به دنیا میاین که خب فقر وجود داره، مشکلات اقتصادی، بیکاری اینها وجود بله. داره، درست؟ بله. خب اونا چه قسم هستن؟ ولی در یک کشورهای غنی، در یک کشوری که سرمایه دار هستن، خب همه قسم متولد میشن در یک خانه و در یک جامعه پرورش پیدا میکنن که سرمایه دار هستن، خودشان پول دارن، سرمایه بله. دارن و چه مشکلات ندارن. حرف دل بسیاری رو زدیم. بله. ما در آیات قرآن این آیه رو احتمالاً عزیزان ما بسیار شنیدن، ان الله لا یغیر ما بقوم حتى غیر ما به انفسهم. تفاوت ما، مردم ما، ملت ما و کشور ما به لحاظ به دست آوردن به عبارتی رفاه و آسایش اقتصادی و رشد و تعالی فرهنگی و اجتماعی با مردم کشورهای پیشرفته ذاتی نیست. تفاوتش در ایست که ببینید اگر که قرار است اتفاقی بیفته و حرکت باید از درون اتفاق بیفته، اگر قرار است تحول ببینید نتیجه رشد و پیشرفت، حالا مثلا ما یک وقتایی در مکتب بودیم خانم زوری یادش بخیر، در دوره به عبارت مؤسسی مثلا سر صنف که میشیشتیم با هم صنفیا بحث میکردیم، همیشه بحثی بود که روز استقلال ما و ژاپن در یک روز است، ما و ژاپن در یک روز به استقلال رسیدیم. حالا ببینید تفاوت از زمین تا آسمان است، ما کجای دنیا هستیم و ژاپن و مردم ژاپن تا کجای دنیا هستن. خب تفاوتش به ایست که ببینید مردم ژاپن حتی به مراتب چند بحث جنگ ورود به جنگ جهانی داشتن، مردم ژاپن خیلی موارد بیشتر از البته ما هم جنگ داشتیم، ما جنگ با به اصطلاح اتحاد جماهیر شوروی داشتیم، ما چندین بار جنگ با قدرت ابرقدرت جهان اون زمان انگلیس رو داشتیم، ولی خب ببینید نتیجه جنگ های ما، ببینید مثلا اون هم آیه که قرآن اشاره میکنه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم، مشکلی که در اصل اساس جامعه ما وجود داره ایست که مردم ما به نحوی برای طلب برای ببینید حق رو کسی به دست نمیاره. بله. رفاه رو کسی به کسی هدیه نمیده. خام زوری رفاه برای به دست آوردن رفاه آسایش باید زحمت کشید، باید تلاش کرد، باید رو گرفت. فقیر به دنیا میآید چطور؟ ببینید او که فقیر به دنیا میآید نهایتا تا دوره کودکیش تا دوره نوجوانیش در فقر اقتصادی، زمانی که به کمال و بلوغ عقل رسید آیا میتوانیم بگیم که اصلا و ابدا ظرفیت رشد و پیشرفت و به دست آوردن رفاه آسایش برای او وجود نداره؟ چرا؟ چون خدا ببینید همون پیامبر در اون عقلی که به ما داده، کما اینکه اگر یک بررسی خیلی ساده در زندگی بسیاری از نخبه های جوان جهان بکنیم، بسیاری از آدم هایی که جهان رو متحول کردن، هیچ کدوم اونها یا حداقل اگه اغراق نباشه هیچ کدوم بگیم اکثر غریب اتفاق اونها از خانواده های محروم از زندگی های سر برآوردن که کلا به اصطلاح امروزی ها زیر خط فقر بوده، ولی اونها خودشان خواستن تغییر ایجاد کنن و این تغییر یعنی کسایی که فقیر به دنیا میآیند همه قسم فقیر نمیمانند اگر خودشان بخواهند. بله خودشان اصلا باید خودشان اگر که همکاری کنن باشن، اصلش اینه که خودمون باید بخواهیم. ما در مورد پیغمبر هم ببینید پیامبری که هنوز به دنیا نیامده پدر رو از دست میده، کودکی که در 5 سالگی مادر رو از دست میده، در یک دورانی پدر بزرگ رو از دست میده، باز مثلا سپرده میشه. اگر اونجوری فرض بکنیم دیگه در وجود نازنین پیامبر ختمی مرتبت حضرت محمد ابن عبدالله صلوات الله و سلام علیه هم بسیاری از مشکلات و مسائل زندگی که مثلا از یک نگاه ساده نخواهیم نگاه میکنیم، خب این کودک بسیار مثلا در مشکلات و در چالش ها بوده، ولی خودش خواسته و به یک جایگاه رسیده و بعد ببینید در وجود نازنین پیامبر او به عبارتی ذات و او گوهر کمال وجود داشته که خداوند تبارک و تعالی عنایت کرده به ایشان به عنوان خاتم پیامبران و حبیب خدا و عبد او انتخاب شده و تکمیل کننده رسالت انبیاء الهی بوده. بله خب تشکر. میان برنامه هست تقدیم عزیزان میکنیم و بعد از وقفه و میان برنامه‌ای که میگیریم حتما با برنامه روشنا همراه باشین. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم
خب تشکر از همراهی همه شما عزیزان، بسیار سپاسگزار هستیم و خوشحال هستیم که شما عزیزان بیننده برنامه روشنا هستین و آرزو میکنم که یک برنامه روزی داشته باشین، هر روز بیننده برنامه باشین که از طریق برنامه روشنا موضوعات مختلفی تقدیم شما عزیزان میشه و همه آنها انشالله که یک زندگی پر از صفا و صمیمیت و مهربانی را تجربه کنین و آگاهی پیدا کنین. در خدمت خانم دکتر رضایی عزیز هستیم. نکته که من به عنوان اصل چهارم میخوایم به اشاره کنیم این که دنیا در حال گردش است، در حال چرخش است و جهان هستی جهانی پویاست، یعنی هیچگاه در یک جایی مستقر و ثابت نیست. خب منیش چیست؟ منیش چیست که اگر ما خودمان را به عنوان جزئی از کلیت جهان هستی، یکی از اعضایی که در چرخه جهان هستی هستیم، بپذیریم و قبول بکنیم، اینو باید باور بکنیم که دنیا بر مدار من نمیچرخه، دنیا بر مدار هیچ انسانی نمیچرخه، دنیا بر مداری که هدف غایت هستی است میچرخه، دنیا بر مداری که بر اساس او آفریده شده، کما اینکه خورشید و ماه و همه سیارات و منظومه شمسی و کهکشان هایی که بالای سر ما هستن، آسمان اول تا آسمان هفتم، هر کدوم بر اساس همو به عبارتی نظم و انضباط و قاعده و اصلی که آفریده شدن بر اساس او پیش میرن. حالا نکته چیست؟ که میگن که دنیا بر هیچ کسی نیست، پس چطور مثلا یک دی در یک کشور دیگه ثروتمند به دنیا میآید و به همون قسم زندگی میکنه، ولی یک دی در یک کشور دیگه فقیر به دنیا میآیند و در همون حالت فقیری زندگی میکنن و زندگی خود را پیش میبرن؟ خب چطور مثلا دی قسمت؟ نکته ببینید، تفاوت بین این که مثلا در یک مثال خیلی ساده، من آیا در یکی از به عبارتی شهرهای دور افتاده در قاره آفریقا به دنیا آمده باشم؟ من که انتخاب نکردم که کجا به دنیا بیام، یا در مرکز منهتن آمریکا به دنیا آمده باشم؟ من مثلا در یک خانواده ای که پدر و مادر هر دو اهل مثلا علم و تحصیلات و جایگاه اقتصادی دارن به دنیا آمده باشم، یا در یک خانواده بسیار پرجمعیتی که حتی تولد من ناخواسته بوده، حتی پدر و مادر مثلا وجود من نمیپذیرفتن، نمیخواستن، اینا که دست خودم نیست. درست. خب تا اینجا که هیچ بحثی نداری. خب بعد در دوران کودکی میگذره و باز میگیم که الان یک رویکرد، حالا به طور کلی شاید دقیق‌تر اینو بپردازیم، خب زوری بحث‌های روانشناسی، آیا یعنی نگاهی که اصلا یک سوال اصلی که در مباحث روانشناسی مطرح میشه این که هدف ما آیا تکامل است یا صرفا بقا؟ یعنی ما برای بقا، برای که فقط صرفا زنده بمانیم و زندگی بکنیم، به عبارتی چی شدیم؟ ذات و سرشت ما اینگونه است که فقط برای بقا می جنگیم، یا نه هدف اساسی ما برای تکامل، رسیدن به یک رشد، رسیدن به یک پیشرفته؟ اگر فرض بری بگیریم که خب کسی که در فلان دهکوره آفریقا به دنیا آمده به دلیل این که خب اون هیچ اختیاری نداشته، خودش هم که نخواسته، پس محکوم به ایست که همانجا بمانه، هیچ تکانی نخوره و هیچ تغییری نشه، یعنی شرایط جغرافیایی سر ما تاثیر میکنه؟ خب سوال من که نه، احسن. من میخوام به همین جواب بدم. ببینید، همین چند وقت پیش ما بحث جام جهانی فوتبال رو داشتیم. درسته. اگر عزیزانی که پیگیری کرده باشن، مثلا فرض کنید که آلمان، حالا کشور آلمان یا حتی به عبارتی هم فرانسه یا کشورهایی که دیگه از گروه خودشان بالا اومدن رسیدن، نکته جالب اینجاست که همونجا هم مطرح می‌کردن که بسیاری از بهترین بازیکن‌های به عبارتی جام جهانی در هر کدام از تیم‌های مطرح جزو کجا بودن؟ جزو کشورهای آفریقایی بودن و هر کدام از اینها و بعضی از اینها از فقیرترین خانواده‌ها خارج شده بودن. حتی مثلا زندگی، حالا متأسفانه من دقیقاً اسمش یادم نیست، ولی خب یک مستندی از زندگی او ساخته بودن و محل زندگی او رو یک ده بسیار بسیار فقیری در آفریقا نشون میداد که فلانی از این منطقه سر برآورده. پس ببینید، اگر من در یک خانواده فقیر به دنیا اومدم، به معنای این که این فقر اقتصادی جبری است که من هیچ راه نجاتی از اون ندارم نیست. چرا؟ من در یه خانواده فقیر گفتم در دوره کودکی ممکنه مجبور باشم، در دوره نوجوانی چرا؟ ما اصلا اصل تکلیف یعنی چی؟ یعنی خداوند در وجود من یک ظرفیتی، یک پتانسیلی قرار داده که بر مبنای اون پتانسیل از من خوب و بد رو میخواد. اگر اون پتانسیل ظرفیت قرار نداده شد، پس تکلیف اصلا کلا حکمتش زیر سوال میره، علیاذ بالله بهشت و جهنم زیر سوال میره، چون به لا یکلف الله نفسا الا وسعها. اگر خدا به من وسع و توان رشد کردن و پیشرفت کردن رو داده و من از او استفاده درست رو نمی کنم، این دیگه مشکل از کجاست؟ گر گدا کاهل بود، تقصیر صاحبخانه چیست؟ فقر اجتماعی تحمیلی است. درست. من در یک کشوری زندگی میکنم که اوضاع اقتصادی نابسامانی داره، من در یک خانواده زندگی میکنم که به لحاظ فرهنگی، به لحاظ علمی و به لحاظ آگاهی پدر و مادر متوان ندارن. ولی آیا به معنای ایست که من به هیچ عنوان بر اساس این چیزی که در او قرار دادم در جبر مطلق هستیم؟ نه، لا جبر ولا تفویض بل امر بین امره. اگر اینجوری به قضیه نگاه بکنیم که خب پس هر کسی که مثلا من در افغانستان به دنیا اومدم، پس بنابراین دیگه بدبخت و فقیر شدم،
در یکی از فقیرترین و ضعیفترین و ناامترین کشورهای دنیا وجود داشتن، پس هیچ راهی برای رشد ما وجود نداره. بله. نه این گونه. خواهر رضایی، حرفی که حال شما گفتین حرفای قبلی شما را نقض نمیکنه. چطور؟ یعنی ببینین، از یک طرف میگه که محیط و شرایط جغرافیایی میتونه موثر باشه، بله؟ از طرف میگه که ابتلا و آزمایش الهی میتونه باشه. بله. چطور؟ نه من ببینید خانم زهوری، وقتی من میگم محیط و شرایط اقتصادی میتواند موثر باشد، یعنی خواسته یا ناخواسته ما در او به دنیا آمدم. بله. ما در تولدمون که اختیار، خب ولی به معنای امتحان الهی، خب از طرف خداوند هست. خب دیگه ربط به مرحله جغرافیا و محیط و اینا نداره دیگه، برای همه مردم اصلا ابتلا نیست که ابتلا مثلا نیست که در یه خانواده فقیر به دنیا آمدم. آیا خب من مثلا امتحان شدم تازه تا وقتی که ببینید وقتی که به رشد میرسه، همونطور که در قرآن اشاره شده که آها. و زمانی که وقتلو الیتام و اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فدفعوا الیهم اموالهم، یعنی به یک رشدی باید برسه بعد مثلا. خب ببینید وقتی من به اون رشد رسیدم، یعنی الان به لحاظ ظرفیت و پتانسیل امکانه، خانزوری دقت کنید، خب. امکان تغییر دادن هم محیط شرایط بیرونی رو هم دارم. یعنی از فقر ما خود ما رو باید تغییر بدیم. حالا خانم رضایی، امکانش هست که اون ابتلا و آزمایش الهی فقط از طریق فقر نباشه برای مردم. بله شما خب مطرح کردید به عنوان یه مثال، من درست دارم. امکان داره کشور ما، جامعه ما خود در فقر باشه، ولی آزمایش الهیش به این طریق باشه، ولی یک کشور دیگه‌ای که فقر در اون نباشه امکان داره ابتلا آزمایش ران قسم دیگه‌ای باشه، انسان‌هایی که در ثروت هستن. حالا فقط مثال می‌زنم دقیقاً فقر نیست دیگه، ابتلا آزمایش مثال می‌زنم دقیقاً برای شما که خیلی هم واضح و روشن است. ببینید کشور هند در حال حاضر اگه اشتباه نکنم یا نزدیک به چین رسید، از چین جلوتر زده، حالا یا به هر دلیل جزو یکی یا دومین کشور پرجمعیت جهان است که گفته می شود تعداد مردم فقیر هند بیشتر از چندین کشور دیگر است. بله کشور. و نکته جالبش است که هند نزدیک به چند دهه مستعمره کمپانی هند شرقی یا بریتانیای کبیر بوده. اینکه میگم ببینید در فقر زاده بشی آیا اختیار امکان تغییر وجود داره یا نه. حالا شما یک بررسی ساده تاریخی بکنید، همه عزیزان ما قطعا به عنوانی که همسایه هستیم و به عنوانی که مشهور و معروف است، تغییر و تحولی که در مردم هند و در کشور هند و انقلابی که در هند اتفاق افتاد از کجا آمده؟ کی ایجادش کرده؟ و آدم حالا یک ما به عنوان گاندی رو به عنوان رهبر انقلاب هند میشناسیم، ولی مردم هند هم با همه او فقر و با همه او مشکلات و تحت استعمار انگلیس بودن و اصلا اختیار حتی خیلی از چیزهای خودش، زمینهای خودشان نداشتن، ثروت خودشان درست نمیتونستن استفاده کنن. پس میبینید این هیچ کدام از این مشکلات محیطی و اقتصادی، من هیچ وقت اینو نگفتم که ما در جبر مطلق قرار داریم، گفتیم اینو نمیتونیم منکر بشیم که محیط روی انسان تاثیر میذاره، ولی آیا محیط انسان رو مجبور میکنه؟ نه، چون اگر بحث جبر حاکم باشه لیازو بلا عدالت خدا زیر سوال میره. حضوری اگر ما به خاطر این که مثلا در خانواده این متولد شدم که مثلا پدر و مادرم به لحاظ فرهنگی و به لحاظ اعتقادی حتی انسانهای معتقدی نیستن، زمانی که ما به بلوغ عقلی برسم اگر این توان در من به وجود نیاید که حق انتخاب داشته باشم، خودم باید برم انتخاب بکنم، پس فردا روز قیامت خدا نباید من مؤاخذه کنه که چطور راه راست رو دادن این خب پدر مادرم این گونه بودن. اصل استنباط رو خدا در قرآن زیر سوال برده، زمانی که گفته میشود هم در امتهای پیشین و هم در امت پیغمبر که شما چرا اینقدر اصرار دارید که آبا ما این کارو میکردن، اجداد ما این کارو میکردن، شاید اجداد آبای شما اشتباه میکردن، شما وظیفه اینه هر کدام از ما کلکم را و کلکم مسئولون عن رعیته. بله. هر کسی وظیفه خودش، مسئولیت هر کدام از ما مشخصه. پس بنابراین این که ابتلا و امتحان الهی است و این که داریم تاکید میکنیم دنیا در حال چرخش است، همون سخن امیرالمومنینه، یک روزش لهم است یک روزش علیهم است، مال ما است ببخشید یک روزش علیهم است. پس تا توان داری ببینید، فرض میگیریم که الان در سختی قرار گرفتم، نکته جالبش اینه که حالا دو بودی بهش نگاه کنیم، اصا ان تکرهو شیئا و هو خیر لکم و اصا ان تحبو شیئا و هو شر لکم. گاهی وقتا او سختی او فشار که هست تو فکر میکنی کراهت زشته، درسته. ولی خیر لکم به صلاح ماست. بالفرض هم که بفرمودید شما او سختی او فشار و او چالش و مصیبت رو من نخواستم، هیچ قصد و غرضی هم در اون به عبارتی مقصر نبودم، خواست خدا هم نیست، جامعه و اطرافیان هم در او دخل و تصرفی دارن، اگر خدا به من توان مقابله با او رو داده و ظرفیت مقابله دارم، وقتی مقابله نمی کنم تقصیر از کیست؟ ما یک بحثی داشتیم، ببینید ما در مثلا تقریبا چند سال پیش معروف بود، متاسفانه تیتر بسیار از روزنامه ها شده بود که ما فاسدترین حکومت رو به لحاظ فساد اداری داریم. درست. فساد اداری رو کی ایجاد میکنه خانم زهوری؟ آیا فقط اونهایی که پشت میز میشینن و رشوه میگیرن؟ نه، تک تک اونهایی که اوبر میز هم هستن و به هر دلیلی رشوه میدهن، الراشی و المرتشی و ما بینهما فی النار، هم کسی که رشوه میدهد
هم که رشوه میگیرد و هم کسی که ما بین اینها واسطه گری بین اینها میکنه. خب پس بنابراین اگر همه ما انگشت اشاره رو بگیریم که این دولت فاسد است، این حکومت فاسد است، این مثلا، خب پس شما که رشوه میدی چی؟ شما چرا برای رسیدن به حقان، به حقیقت، حقی که مال توست، چرا مبارزه نمی‌کنی؟ چرا تلاش نمی‌کنی؟ چرا ترجیح میدی که به سرعت تمام یک مقدار پول از زیر میز رد کنی که مشکل تو حل بشه؟ خب پس بنابراین ببینید، اگر بحث ای باشد که آیا خود آنی که خداوند عسى ان تکرهوا شیئا، آنی که خدا واقعا در به عبارت امتحان و ابتلای که از سمت خداست، قطعا یک نتیجه به دنبال خواهد داشت و بعدش هم خیلی به دنبال اوست. اونی را هم که من خودم، خب هیچی دیگه، ما هر کی که گندم به عبارت هر چی که بکاریم همون رو درو میکنیم دیگه. اگر من متاسفانه به خاطر با سلامت عقلی خودم کار اشتباهی رو انجام دادم، خب نتیجه اشتباهش هم باید تحمل بکنم. ولی اونی که در دست از طرف خدا هم نیست، من هم در اون مقصر نیستم و مربوط به محیط و اطراف و جامعه ما میشه، من به عنوان یک انسان و به عنوان عضوی از اعضای جامعه ظرفیت اینو دارم که تغییرش بدم. بله، آیا تغییر میدم یا نمیدم مشکل خودم. در گوشه بشینیم و بگوییم که ما دیگه جز در امتحان آزمایش الهی هستیم، هر سختی و مشکلات، فقر، بیکاری، هر گپی که سر ما باشه، با خود ما تلاش نکنیم، تشخیص ندیم، راه را برای پس کردن اون مشکلات پیدا نکنیم، بگوییم که دیگه آزمایش الهی هست. در گوشه بشینیم و بگوییم که ما در حال آزمایش الهی هستیم. بهترین شاید مثالش چیست؟ داریم نزدیک میشیم به یوم محرم. سخن معروف سید الشهدا علیه السلام، ببینید حضرت میفرماید که من نه برای رسیدن به حاکمیت و نه به عنوان یاقی، انی امر و انی اخر، واژه‌شو فراموش کردم، من قیام کردم به خاطر اینکه احیا کنم امر معروف نهی از منکر و سنت جدم رو. یعنی ببینید وقتی امام حسین علیه السلام، اینکه وظیفه ما چیست، هر کدوم ما در حد خودمون وظیفه داریم. امام وقتی دید جامعه داره به سمت به عبارتی عدم صلاح پیش میره، به سمت نادرستی پیش میره، وظیفه خودش رو به عنوان یک امام معصوم و به عنوان رهبر جامعه دانست. و حالا که ما داریم که خب الان مثلا از لحاظ چیزی امام حج خودش رو، حج واجب خودش رو ناتمام گذاشت به خاطر اینکه چی؟ مثلا به احیای امر معروف نهی از منکر در جامعه اسلامی. بله، تشکر و سپاسگزار از خواهر خوبم خانم رضایی و همه شما عزیزانی که تا این لحظه همراهی کردین، سپاسگزار هستیم. موفق و پیروز و سربلند باشین و انشالله که دنیایتان یک دنیایی باشه که در او سر تا سر معنویت و آرامش. تشکر و سپاسگزار و خدا نگهدارتان. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم